خب به من بفرمایید که چند وقت داریدش و برای چی آوردیدش؟ به غیر مشکل پرکنشی که دارم میبینم، چند وقت پرشو میکنه؟ چند وقت داریدش؟ من 9 ساله اینو دارم و دست خودم نبود، الان حالش 7 ساله که دست خودمه. این که وقتی آوردنش پیش من تمام پراشو کنده بود، الان تو این 7 ساله که پیش منه هی در میاد پراشو میکنه. حالا خب فقط میخواستم اینم مشکلش پرکنی سوی تغذیهشه یا مشکل دیگه هم داره؟ کف قفسش که من بادوم زمینی دارم میبینم، خب بادوم زمینی رو نمیم مطالعه کردید یا نه که نباید بدید؟ خوندید توی سایتمون یا نه؟ نه نمیدونم. خب 9 ساله داریدش، چرا مطالعه نکردید؟ چرا نگاه نکردید؟ آخه ببین باید بدونی این چیزا رو، وقتی موجود زنده رو میگیری تو خونه میذارید، اونم یه چیز حساسی مثل کاسکو توتی خاکستری، باید این چیزا رو بدونید. چوب زیر پاش اصلا چوب مناسبی نیست. شانس آورده که تبدیل به میخچه نشده کف پاش. چوب بالش هم که اصلا حالت پلیسه‌ای داره، دونای زرد داره، حتما یا تراشه‌هاش میره داخل پاش. باید چوب زیر پا خیلی مهمه، مثل کفشه برای آدم، نباید یک نواخت یه چیز زیر پاش باشه. اینجا اسباب بازی‌های فرسوده‌ای که فقط یه تیکه طناب ازش مونده من دارم میبینم. خیلی‌ها رو من دیدم که میرن یه ساعت نیستن میان اینجوری گردنش پیچیده تو این خفه شده. حتی سمت خونه خودمون طبقه پایینیمون همسایه‌مون که بهش توتی داده بودم همین چند روز پیش دیدم، با خیلی ناراحت اومد منو صدا کرد، گفتش که این داره خفه میشه. اگه من نبودم، چون یه خانومی بود، حتما توتیش میمرد. رفتم تونستم درش بیارم. یا خیلی میارن اینجا پانسیون مثلا یه همچین اسباب بازی تو قفسشه، بعد میذارن اون پایین و میبینیم که دورش پیچیده. آقا لطفاً این تلفن رو جواب بده. بعد اینه، الان اون تابی که اون تهه معلومه 2-3 سال پیش خریدش، نمیدونم کی خریدی. یه هفته هم نیست. پس زود خرابش کرده. اینم برای فکرم 2 هفته پیشه. آها خیلی خراب، خیلی خوبه. از همین تنابه بود، دقیقا همون بزرگی که تاب داره بالاش. آخه خیلی تنابش فرسوده است. نه خودش اینجوری میکنه. شاید آبم بهش پاچیدید. چرما رو پر بود از بعد خیلی بزرگ، ما یه کوچیکش کردیم که جا بشه. واکسیناسیون که نشده، قدیم هم نشده، مطمئنید نباید بشه. تمایلش به آقایون بیشتره یا به خانوما؟ از مثلا تو خونه بیشتر با من و مادرم اوکیه، همسرم که بال میزنه یا نه؟ میره رو قفس شروع میکنه بال زدن، یه دقیقه بال میزنه. فقط این که کلان توی حمام هستش قفسش، یعنی خودش تو هموم نگهداری میشه. چرا؟ شما بدت میاد ازش؟ نه من که مشکل ندارم. میاد بیرون، تو مثلا میذاریم تو پذیرایی جایی میذاریم، میاد یه ساعت که میمونه شروع میکنه جیغ زدن، یعنی منو برگردونید سر جام. وقتی میذاریم خودش دوست داره بره تو هموم؟ آره جاش اونجا رو دوست داره. مشکلات مفصل براش به وجود میاد، نباید توی هموم باشه. نور بهش میخوره یا نه؟ نه اصلا. یخدودایی میذارم پشت پنجره آفتابینا. نه شما توجه نکن، بعضی وقتا کاسکوها و توتیا حتی میبینی که عاشق یه قفس فرسوده خراب نامناسبن، یعنی وقتی از داخل اون انتقالشون میدی توی یه قفس شیک و استاندارد و سالم که باعث نمیشه مسموم بشن و اینا، با این حال دلشون برای قفس قبلیه تنگ میشه، اونو دوست دارن. شما نباید به این چیزا توجه بکنی، باید یادش بدی چیزی که براش مضره رو ترک بکنه. تو هموم زندگی کردن هم جای یه موجود زنده نیست، تو طولانی مدت اثرات بدی روش میذاره. حتما بذارید آفتاب بخوره، لامپ یووی براش بگیرید. لامپ یووی داری تو قفسه؟ تو قفسه. بهتون میگم چی کار باید بکنم، فاصله نیمتری براش روشن میکنید گاهن. بعد تغذیهش که به هر حال بد به نظر میرسه، رنگ فضلش اینا دقیقا مثل توتیایی که فقط دونه میخورن. میوه میخوره یا نه؟ میوه هم بهش میدیم ولی بد غذاه دیگه، باید فورا تغییر بدید. یه ذره اطلاعات بدید به من ببینم چه خبره اونجا تو خونه، چی کار میکنه، خودتون چی کار میکنید تو خونه؟ سر حال همش در حال صحبت کردنه.
صحبت کردن اصلا نشونه سر و حال بودن نمیتونه باشه، حواستون باشه، ربطی به سلامت یه توتی نداره. اینکه حمله میکنه چه تاثیری داره؟ اخلاقش تهاجمیه. کاسکو این از اون جنگلیاست، از اونایی که قدیم سید شده اومد. خب اونا وقتی که میومدن اولش میترسیدن، ترسو بودن، قارقار میکردن، بعد یه مدت که میگذشت میفهمیدن محیط امنه، کسی نمیخواد اذیتشون بکنه، ترسشون میریخت. بعد یه مرحله پیشرفت میکردن، با آدم دوست میشدن، خب با همه دوست میشدن. بعد باز یه مرحله دیگه دارن که این مرحله است که انقدی دیگه ترسشون ریخته که حتی سعی میکنن دیگرانو مثلا مورد گزند قرار بدن، گاهی یه گازی بگیرن، شرور میشن. خیلی ها نمیدونن ولی این خیلی هم خوبه که جسوره، حیوان باید جسور و کنجکاو و نترس و شجاع باشه. لب و گاز گرفته، خونی کرده، خوبه. شما یه جونوری داری که ذاتاً وحشیه، باید اون خلق و خویش رو حفظ بکنه. کسایی که من ببخشید اینجوری میگم حالم به هم میخوره، از این خانواده هایی که میان یه توتی رو میبرن میدن به یه نفر که به زور بگیره اهلیش بکنه، خب چون هیچ شناختی از روحیه یه توتی ندارن، فکر میکنن که توتی باید مثل یه خورچه هندی، مثل یه همسته بیاد تو دست، بیاد تو بغل، گاز نگیره. خب ذات این حیوان اینطوری، شما باید اینو یا اینطوری بپذیری یا اصلا نگیری. فقط رو دست من، البته بعضیشون هم انقدر تهاجمی میشن. فقط رو دست من، فقط رو دست من میاد، دوست میده، بغلش میخوابه. یه دونه از اون گازه که میگن بگی ببینم. ولی پر زدن بلد نیستا، اینکه بخواد تو خونه پرواز کنه. جنس پرابالش خشکه، آلوورا بهتون میدیم، باید حتما بهش محفاش بکنید آلوورا رو، رطوبتش رو باید تامین بکنید، تغذیهش باید عوض بشه، باید با ما در ارتباط باشید. من باید اینو دوباره ببینم. چیزایی که الان دیدم اینجا تو کامپیوتر یه پرونده براش ایجاد میکنم، یادداشت میکنم، باید حدود یک ماه دو ماه دیگه دوباره بیاد ببینم چه تغییری کرد. ببین الان داره قده چربیشو با قده چربیش دیدی زبونش میماله به قده چربیش، که اون چربی که اون قده تولید میکنه رو میگیره با زبون بکشه به پروال، ولی چیزی گیرش نیومد، پراش خشکه. بعد طرز شستشوش با آپاش نمیشونیم، تموم نباید ببری، فقط باید با آپاش بهش به صورت محپاش بپاشی، همون بردن اشتباهه. ممکنه ظاهرا لذت ببرن از خیلی چیزایی که به ضررشونه، لذت ببرن، مثل تو همون زیر دوش آب حال میکنن خیلی هاشون، اما در نهایت جنس پروبالشون اون چربی و گرده که بین پوست و پره با آب شسته میشه میره، خشک میشه پرشون. یا مثلا از بعضی خوراکی ها مثل فلفل تند ممکنه در ظاهر خیلی حال بکنن، خیلی خوششون بیاد، اما مصرف بیش از حدش میتونه باعث اسهال خونی یا مشکلات گوارشی بشه. یا مثلا شکلات عاشقشن توتیا، خیلی میخورن نوشابه اینا، ولی شدیداً ضرر داره. هر چیزی که دوست داره رو نباید بذارید انجام بده. پروبالش هم کوتاه نکنید، این موضوع رو خیلی یادتون باشه. توتی که پراش ظاهرش آشفته شده، یعنی یه ذره با خودش ور رفته، اصلا نباید بالش کوتاه بشه، چون تمام دلخوشیش از بین میره. یه موقع یه بالی میخواد بزنه، اون هوا زیر پروبالش جریان بگیره، هم عضلاتش دیگه تقویت نمیشه، همین که احساس ضعف میکنه، بعد ممکنه که بزنه تمام اون شاپره و اینا رو هم بکنه. اما اینو یادت نره که یه کاسکو بالغ یا مثلا یه مرغ مینای بالغ یا یه توتی بالغ وقتی که چندین سال مونده دوست داره جاهای جدید رو کشف بکنه، هم به خاطر بلوغش، هم به خاطر اینکه محیط براش دیگه کوچیک شده، دوست داره قلمروش رو بزرگتر بکنه. کنجکاوی میکنه، خیلی احتمال زیاد میشه که فرار بکنه. وقتی که بالغن خیلی زیاد پیش میاد که فرار بکنن. مراقب باش فرار نکنه. پر زدن بلد نیست آخه. از اینایی که علاقه ای به پرواز نداره. اینا خیلی اتفاقیه، بینشون کم پیش میاد. نه میره رو قفس پر میزنه ولی پرواز سالا نکرده، یکی دو بار تو خونه. نه بینیش اینا اوکیه، تا حالا که دست نگرفته دست خودم هم میاد.
نه غریبه. نه نه دومش خرابه، باید ترمیم بشه. دومش رو میکنم بشه. آقا بیا پرای کور دومش رو آروم درست بکن لطفا، اگه زحمتی نیست.